ناامیدی حامد کرزی از کنترل کشور توسط گروه تا رئیس جمهور پیشین میگوید با توجه به حوادث اخیر هنوز با تحکیم امنیت و ثبات فاصله زیاد داریم با سلام و وقت بخیر خوش آمدین به تلویزیون اینترنتی افغانستان مرکزی یا سنترال افغانستان امروز تاریخ 15 نوامبر و برابر با 24 اقرب سال 1400 هجری شمسی است حامد کرزی در آخرین گفتههایش از عملکرد گروه تا اظهار ناامیدی کرده و تأمین امنیت و ثبات را کار دشوار و زمانگیر در افغانستان خوانده است حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با اشاره به حملات اخیر منصوب به گروه دایش در کشور گفته است که افغانستان به تحکیم امنیت و ثبات فاصله زیاد دارد به گزارش خبرگزاری ارنا حامد کرزی این را روز یکشنبه 23 م اقرب در وبنار بین المللی علمای جهان اسلام در مورد تحولات جدید افغانستان مطرح کرده است. او گفته است که وضع دشوار کشور و حوادث تروریستی اخیر نشان می دهد که با استقرار صلح دائمی و تحکیم امنیت و ثبات هنوز هم فاصله داریم. کرزای حملات اخیر در ولایت های قندهار، کندوز، کابل و ننگرهار را سای علیه افغانستان برای ادامه بیثباتی در راستای اهداف سیاسی بیگانگان در منطقه خوانده است. او افزوده است که دایش پدیده وارداتی است که با دیانت، تاریخ و فرهنگ جامعه افغانستانی به هیچ وجه سازگاری ندارد. رئیس جمهوری پیشین کشور از گسترش افراطیت در جامعه اسلامی نیز اظهار نگرانی کرد و خاطر نشان کرد که افرادگرایی به شکل تعریف شده دامنگیر جامعه اسلامی شده و برخی در صددن دین را عامل نفاق دشمنی و کشتار معرفی کنند با این حال و از جامعه جهانی خواسته است که برای تأمین امنیت جهانی باید با مردم افغانستان همکاری کنند در غیر آن آسیب و ضربه جبران ناپذیری به افغانستان منطقه و جهان وارد خواهد شد گفتنی است که وبینار بین المللی علمای جهان اسلام در مورد بررسی تحولات جدید افغانستان با حضور علما نخبگان و کارشناسان کشورهای منطقه توسط مرکز فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تیبیان برگزار شده است این نشست در مورد شاخص‌ها و معیارهای تشکیل حکومت اسلامی دولت فراگیر تأمین امنیت تأمین حقوق مردم و کسب مشروعیت بین‌المللی برگزار شد حامد کرزی در حال گروه دایش را پدیده خارجی عنوان کرده است که گروه تانیس در اول و تا حالا از سوی کشورهای منطقه و جهان تنبل می شود و بسیاری از رهبران و اعضای بلندپایه این گروه خانه یا در غرب هستند و یا در پاکستان. آنان که در افغانستان زنان و دختران را قیداتی را برایشان وضع کردن و حتی موافق تحصیل آنان در دانشگاه ها و مکاتب نمی باشد دختران خودشان حتی بدون چادر در دانشگاه ها و مکتب های کشورهای دیگر درس می خانن. آن هم در سنف های مختلف و استادان مرد